چند سال پیش که این درگیری میان ایران و غرب بر سر مسئله غنی سازی هسته‌ای و حق مسلم ما به عنوان غنی سازی هسته‌ای آغاز شد، کسانی کوشیدند میان این کوشش، این چالش و ملی شدن صنعت نفت یک نوع پیوندی ایجاد بکنند. در یکی دو سال گذشته از این هم فراتر رفتند. آقای احمدی نژاد زمانی خودش رو و چالش خودش رو با غرب، با چالش مصدق همراه میکرد. بگذاریم که گروه های هوادار مصدق در ایران یا خانه نشین هستند یا زندانی یا غیرقانونی، اما ستایش مصدق برای استفاده و بهره‌گیری سیاسی اشکالی نداره. جبهه ملی در ایران این توانایی رو نداره که کنگره‌ای برگزار کنه، نشستی برگزار کنه، احمد آباد رو اجازه دیدار ازش نمیدهند. ویرانه ای شده است احمد آباد، اما مصدق رو میتوانند ازش بهره بگیرند. روز 29 اسفند رو در احمد آباد بزرگ نمیدارند. خیابان و کوچه‌ای در ایران به نام مصدق نیست، اما بهره برداری از نام مصدق برای اینکه بگویند ما هم مانند مصدق در برابر غرب ایستاده ایم از کرامات حکومتیان در ایران است. حکومتی که با قانون هیچ پیوندی ندارد، قانون مداری رو پایمال کرده، حتی قوانین غیر عادلانه موجود کشور رو پایمال کرده. زنی مانند خانم نسرین ستوده رو به جرم اینکه بر پایه قوانین موجود جمهوری اسلامی وکیل مدافع کسانی بوده که به طور غیرقانونی به زندان افتادند به زندان افکنده و امروز به طور غیرقانونی با فشار وزارت اطلاعات و قوه قضایی پروانه وکالت ایشان رو از او گرفتند و ایشان هر روز در برابر قانون وکلا بست می‌نشینه. اما از نام مصدق، از یاد مصدق، از این ماندگاری مصدق در میان ایرانیان برای به کرسی نشاندن این دستاورد بزرگ مذاکرات بزرگ رو اینجا در گیومه میگویم، مذاکرات ایران و غرب بهره میگیرند. آقای جواد ظریف از اونجایی که در سفر پیشین خودش به اروپا دچار یک گویا تب و تابی شده و زیر پتو رفته بوده، پیکره های از اون رو در رسانه ها به چاپ میرسانند و میگویند که این همان مصدق است که زیر پتو بوده، مصدق هم در زیر پتو بوده. پوسترهایی ساختند که مصدق است و جواد ظریف. امروز نوشته ای رو از یکی از روزنامه‌نگاران نام‌آور یا نامدار ایران یا سرشناس ایران باید بگویم که بر روی اجازه بدهید که از ایشان نام نبرم، که میگوید مصدق و ظریف تقریبا یکی هستند. می نویسد که بیایید یک بار هم که شده در تاریخ خود نه به احترام قهرمان در تبعید مرده که به احترام قهرمان در وطن زنده کلاه از سر برداریم. یعنی قهرمان در تبعید مرده که زنده یاد محمد مصدق باشد با این قهرمان در وطن زنده که جواد ظریف باشد یکیست. چرا؟ چون در اون دوران مصدق برای ملی شدن صنعت نفت ایستادگی کرد، به دادگاه لاهه رفت، به شورای امنیت سازمان ملل رفت، وارد گفتگو با کشورهای خارجی شد، ایستادگی کرد و حق ایرانیان رو بر دارایی تاریخی خودشون ستاند و نفت رو ملی کرد، صنعت نفت رو ملی کرد و در این راه در واقع زندگی خودش رو گذاشت و سرانجام هم با کودتای 28 مرداد سرنگون شد این حکومت. این دو رویداد رو این نویسنده گرامی و دیگران میگویند که دو رویدادی که با جنگ یا انقلاب همراه نبود و در مسیر صلح روی داد،
اول مذاکرات ملی شدن صنعت نفت ایران و دوم مذاکرات دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای اول در دوره دکتر مصدق و وزیر خارجهش دکتر حسین فاطمی و دوم در دوره دکتر حسن روحانی و وزیر خارجهش دکتر محمد جواد ظریف. نیک بنگرید این شیادی در سیاست تا کجاست. ایران از حق مسلم خودش برای دستیابی به منابع طبیعی زیرزمینی خودش محروم بود. شرکت نفت ایران انگلیس ایران رو میچاپید، درآمد اندکی به ایران میداد و حتی هنگامی که در دوران رضاشاه کوشش کردند این حقوق رو باز پس بگیرند، ایران تهدید به دخالت نظامی شد. برای دستیابی به حق طبیعی و مسلم و قانونی ایران برای ملی کردن صنعت نفت، ایران اقدام سیاسی کرد و مصدق در پیشاپیش این جنبش اجتماعی قرار داشت. تنها کسی هم نبود که این کار را آغاز کرده بود. ببینید همین پیکره ای رو که یک سوی مصدق است و دیگری آقای ظریف. شرم‌آور است از بسیاری جهات. ملی شدن صنعت نفت دستیابی به حقی بود که یک دولت استعماری خارجی از ایران ستانده بود و با زور بر ایرانیان تحمیل کرده بود. مسئله غنی‌سازی هسته‌ای یک ماجراجویی 18 ساله پنهانی بود که دولت‌های دوران جمهوری اسلامی به اون دست زده بودند و ایران رو در برابر دنیا قرار داده بودند. هیچ پیوندی با یکدیگر این دو موضوع ندارند. ایران در دوران ملی شدن صنعت نفت اراده ملی خودش رو بر دنیا و بر کشورهای استعماری تحمیل کرد. در این مذاکرات ایران با واپس نشستن در برابر درخواست‌های دولت‌های غربی امتیازهایی به اونها داد، چون وارد ماجراجویی‌هایی شده بود که به سود جامعه ایران نبود. حق مسلم ما یعنی چی؟ حق مسلم در زمینه‌ای است که به منابع طبیعی، به حقوق ملی ارتباط دارد. حق مسلم ماست که از منابع طبیعی خودمون بهره برداری کنیم. حق مسلم ما نیست دولتی که در سودای صدور انقلاب است در کشورهای دیگر مداخله می کند، مخالفان خودش رو در خارج از ایران و داخل ایران ترور می کند، بخواهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. اگر این ماجرا به صورت پنهانی 18 سال تمام انجام نمی شد، ایران با چنین گرفتاری ها و بحران هایی روبرو نمی گردید. شما یک کوشش مدرن، یک کوشش پیشرو برای استقلال ایران رو، برای استقلال صنعت نفت ایران رو با یک گفتگوی خفتبار برای پذیرفتن شرایط کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد غنی‌سازی هسته‌ای با هم مقایسه می‌کنید و مصدق و محمد جواد ظریف رو در یک جا می‌نشانید. جنبش نیرومند ملی شدن صنعت نفت که بخشی از، به راستی باید گفت، افتخارات تاریخی کشور ماست، هر ایرانی باید نسبت به اون سربلند باشد، با این مذاکره برای پذیرفتن همه شرایط کشورهای 5 به علاوه 1، اون هم شرایطی که هنوز معلوم نیست انجام شده باشد، این رو در یک ظرف قرار می‌دهیم؟ به هیچ روی. مصدق کجا و محمد جواد ظریف و آقای روحانی کجا؟ این نویسنده محترم و دیگران می نویسند که مصدق هم مانند محمد جواد ظریف به دنبال حکومت، یا آقای روحانی به دنبال حکومت قانون بود. اینها قانون مدار بودند. دکتر مصدق و دکتر روحانی و دکتر ظریف هر سه حقوقدانند یا بودند. هر سه میانه رو و محافظه کار بودند. هر سه مشروط خواه و طرفدار حکومت قانونند. من چاره جزی ندارم که به این موضوع بخندم. محمد مصدق درس خوانده در سوئیس، وفادار به قانون اساسی ایران مشروطه سکولار، با آدم هایی به قانون غیر سکولار
حکومت مذهبی تبعیضگرا در ایران باور دارند در یک جا نشستند؟ قانون مداری به هر قیمت یکی نیست. بلی، درست است که در ایران کنونی کسانی که پایبند به قانون هستند جایگاه بهتری، محترمتری از کسانی دارند و باید داشته باشند از کسانی که به هیچ قانونی وفادار و پایبند نیستند. بارها در تاریخ گفته شده که قانون بد بهتر از بی قانونی است. اما وفاداری به یک قانون سکولار کجا؟ و وفاداری به کتاب شرعیاتی که به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده کجا؟ مصدق به قانون اساسی مشروطه وفادار بود، قانون اساسی که قوای سگانه را از یکدیگر جدا می کرد، قانون اساسی که پادشاه در اون یک شخصیت تشریفاتی بود و قوه مجریه در اختیار نخست وزیر و هیئت وزیران قرار داشت و قانونگذاری در دست مجلس بود و قوه قضایی مستقل از قوه مجریه و قوه قانونگذاری بود. ما امروز در کشوری به سر میبریم که بر پایه اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه بر جان و مال و ناموس و زندگی و قانون همه مردم ایران نه تنها چیره است، بلکه همه قوانین ایران باید بر پایه شرع انور نوشته شده باشد و فقهای شورای نگهبان بر همه قوانین نظارت دارند. وفاداری به آن قانون کجا و وفاداری به این قانون کجا؟ کوشش برای ملی کردن صنعت نفتی که زیر خاک ایران نهفته بود و بخشی از دارایی و ملک مشاع مردم ایران بود کجا؟ و ماجراجویی هسته‌ای و به خطر انداختن زندگی و هستی همه ایرانیان و یک پارچگی ایران کجا؟ کجا در دوران محمد مصدق ایران کوشید در خاک کشورهای همسایه دخالت سیاسی بکند، نیروی نظامی بفرستد، تروریست گسیل کند؟ در لبنان، در عراق، در یمن، در سوریه و در کشورهای دیگر ماجراجویی های سیاسی به راه بیندازد؟ ایران به دنبال صلح با کشورهای پیرامون خودش بود، به دنبال صلح با جهان بود، سر جنگی با کشوری نداشت، به دنبال صدور انقلاب نبود. در ایران دوران مصدق بهائیان از حقوق برابری با مسلمانان برخوردار بودند. محمد مصدق در جواب به فلسفی که آمده بود از سوی آقای بروجردی به او گفته بود که دست بهائیان را از کارهای دولتی کوتاه کنید، خندیده بود و گفته بود که آقای فلسفی با آقای بروجردی بگویید من نخست وزیر همه مردم ایران هستم، بهایی و مسلمان برای ما فرقی ندارند. در ایران جمهوری اسلامی که آقای ظریف وزیر امور خارجه و آقای روحانی نخست وزیر اون هستند، بهاییان یک گروه محکوم و مطرود از طرف جمهوری اسلامی به شمار می آیند، به هر بهانه‌ای اونها رو زندانی و اعدام می کنند. در دوران محمد مصدق آزادی های سیاسی روزنامه نگاری وجود می داشت. شمار روزنامه های ایران، دست کم تهران، در دوران زمامداری دکتر مصدق از آغاز تا پایان دوران زمامداری مصدق 7 برابر شد. آیا آزادی روزنامه نگاری امروز در ایران چنین است؟ یعنی روزنامه نگاران آزادن؟ البته آقای روحانی در اون گفتگویی که پس از سخنرانی در سازمان ملل کرد به راستی باید گفت شرم‌آورانه گفت در ایران هیچ روزنامه نگار زندانی وجود ندارد. آیا چنین است؟ محمد مصدق و وفاداری پایداری به قانون اساسی، به سکولاریسم و حقوق انسانی کجا؟ و حکومت کنونی ایران کجا؟ من شادمان هستم که آقای محمد جواد ظریف توانستند با درایت و با پذیرش درخواست‌های کشورهای 5+1 مذاکرات مثبتی را در لوزان انجام بدهند. تردیدی ندارم که اگر این مذاکرات به قرارداد بیانجامد به سود مردم ایران خواهد بود.
ولی این رو آیا می توان با کوشش امیر کبیر برای اصلاح نظام خودکامه ایلیاتی ایران، با کوشش او در مذاکرات ارزروم و پاسداری از مرزهای غربی ایران و با کوشش محمد مصدق برای دستیابی به صنعت نفت و ملی کردن صنعت نفت و به حق مردم ایران، به حقوق مردم ایران مقایسه کرد. ماجراجویی هایی که ایران رو به پای جنگ کشانده بود رو با کوشش کسی همسنگ کرد که جز صلح و دوستی پیامی برای ایرانیان و جهانیان نداشت. دشمنان رو به زندان نمی انداخت. محمد مصدق هنگامی که به نخست وزیری برگزیده شد، در همون یکی دو ساعت نخستین پیامی که برای دولت خود فرستاد یا برای مسئولان امور فرستاد، نامه و دستخطی بود که از ماشین از مجلس می آمد پس از رأی گیری به منزل، در همون ساعتهای نخست به شهربانی فرستاد که به هیچ کس نباید تعرض کنید، اگر به من حمله کنند، علیه من سخنی بگویند، هیچ روزنامه‌ای نباید تعطیل بشود، روزنامه نگاری نباید دستگیر بشود به جرم اهانت به من، به جرم حمله به من. این رو شما با رفتار سران جمهوری اسلامی مقایسه میکنید و میگویید که محمد مصدق و حسن روحانی چون هر دو مذاکره کردند، چون هر دو در زمینه‌ای با غرب کنار آمدند، محمد مصدق نماد اراده ملی مردم ایران برای دستیابی تاریخی به منابع زیرزمینی ایران بود. آقای روحانی و آقای ظریف انتخاب شدند برای پایان دادن به بحران خودساخته جمهوری اسلامی در ماجراجویی هسته‌ای، و این دو رو نباید با هم همسنگ کرد، یکسان سنجید، یکسان دانست. و به ویژه در زمینه قانون مداری، ما در کشوری به سر میبریم، ما با حکومتی سر و کار داریم که بهایی به حقوق بشر و حقوق انسانی نمیدهد، و در چنین شرایطی در جامعه‌ای که روزنامه نگار به بند میفتد، خانم نسرین ستوده یک حقوقدان، وکیل مدافع که تنها جرم او دفاع بر پایه قانون از زندانیانی بوده است که حکومت دستگیر کرده، هیچ کار دیگری ایشان نکردند. در جامعه ای که شما می توانید به جرم سخن نادرست درباره رهبر به زندان بیفتید و جان خودتون را از دست بدهید، سران حکومت رو میخواهید با مصدق مقایسه کنید، با فردی که نامه نوشته بود که هیچ کس رو، هیچ روزنامه نگاری رو به جرم توهین به من دستگیر نکنید، جلوی هیچ روزنامه ای رو نگیرید. ایستگاه مترو به نام نواب صفوی، شاهراه به نام نواب صفوی، بلوار به نام خالد استانبولی کشنده رئیس جمهور مصر و خیابان‌های زیادی به نام آدم کشها در ایران هست. کوچه بنبستی هم به نام مصدق نیست. اجازه ترمیم و بازسازی احمد آباد رو هم نمیدهند. نام این مرد رو زنده نگه نمیدارند، ولی از خاطره او سوء استفاده میکنند. از این احساس تاریخی که در میان مردم ایران در احترام به او هست، برای این تفاهم نامه هسته‌ای بهره می‌گیرند. ملی شدن صنعت نفت، درگیری ایران با بریتانیا بر سر حقوق ملی خود بود. مذاکرات هسته‌ای برای پایان دادن به تحریم‌ها، کوشش برای
برون رفت از بحران خودساخته جمهوری اسلامی است، بحرانی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته برای خود ساخته با ماجراجویی هایی که در دنیا به کار برده. این دو با هم یکسان نیست، هم تراز نیست، هم سنگ نیست، هم ردیف نیست. این کوشش برای اینکه چهره آقای ظریف رو با مصدق، روحانی رو با مصدق همراه بکنن، عوام فریبی است و به دام این نباید افتاد. من هر کوششی رو که در ایران با درایت در راه گسترش آسایش مردم صورت بگیرد، از سوی هر کس باشد، به فال نیک بگیرم. اگر فردا آقای خامنه‌ای بیایند و گامی بردارند در راه بهبود زندگی مردم، کاهش تشنج در ایران، من این رو مثبت میدانم. اما خامنه‌ای کجا؟ و شخصیت‌هایی مانند امیرکبیر و مصدق و قائم مقام و دیگران کجا؟ انسان‌هایی که سمبل‌ها و نمادهای مدرنیته و قانونگرایی در تاریخ ایران بودند، دشمنان فساد بودند، اونها رو میخواهید با پاسداران خودکامگی، برانگیختن دشمنی میان مردم، حکومت مذهبی مقایسه کنی؟ حکومت کنون ایران حکومتی مذهبی است، حکومتی پایبند به تبعیض است. در عراق جنگ مذهبی به جنگ مذهبی دامن زده، در یمن به جنگ مذهبی دامن زده، پشتیبانی میکند از درگیری های مذهبی در سر تا سر خاورمیانه. داعش واکنش شیطانی و دشمنانه و حیوانی گروه های بنیادگرای اهل سنت در برابر رفتارهای بنیادگرایانه حکومت اسلامی ایران است. دو رو یک سکه هستند این دو. ولایت شیعی با خلافت وهابی تفاوت چندانی ندارد. مقایسه شخصیت هایی که وفادار به ولایت فقاهتی دینی در ایران هستند با محمد مصدق که انسان سکولار و طرفدار قانون مداری مدرن بود، نه تنها نارواست بلکه توهین آمیز است. توهین به شرافت و توهین به اخلاق ایرانیان است، توهین به خاطره مشترک مردم ایران است. و دست از این بازی ها باید روزنامه نگاران و مبلغان این نوع اندیشه ها بردارن. و شرم بر بی بی سی که با این کارزار همراه شده است و این رو با رفتار و کار بزرگ مصدق همراه و همسنگ می داند. می بخشید که من در این باره اندکی خشمگین شدم، خشمگین می شدم هنگامی که یادمانده های برجسته تاریخ ایران رو ما امروز با رفتارهای به ظاهر پیروزمندانه مقایسه میکنیم. گمان میکنیم که اگر دستاوردی در این مذاکرات، آن هم با فشار جهانیان، به دست آمده باشد که میدانم اگر انجام بشود به سود مردم ایران است، این همان چالش ملی شدن صنعت نفت است. حق مسلم ماست. یعنی چی حق مسلم ماست؟ چرا؟ شما این حق رو دارید که بروید و تصدیق رانندگی بگیرید، ولی به یک مست لایعقل تصدیق رانندگی نمیدهند. حکومت جمهوری اسلامی در رفتار جهانی خودش با پیرامونیانش نشان داده این حق مسلم رو نداره، ولی دستیابی به منابع زیرزمینی حق مسلم ملت است. و این کارزار ملی شدن صنعت نفت در ایران بود و نه مذاکره برای واپس نشستن در برابر فشار جهانی. یکی دستاورد پیروزمندانه ملت ایران بود به رهبری دکتر مصدق و دیگری واپس نشستن در برابر فشار، البته با درایت. این کار هم کار مثبتی بوده، ولی این کار کجا و جنبش ملی شدن صنعت نفت و دکتر مصدق کجا؟ تا هفته آینده، روز و روزگار.